خب بعد گرامی تو که در آغاز برنامه گفتیم امروز باز هم آقای وایس ناصری را با خود داریم. نیاز به معرفی آقای ناصری نیست. آقای ناصری همگی در هر کجای که هستن میشناسن، با صحبت چهره‌شان، با حرفایشان، با همه چیز آشنا هستن. فقط یک چیز ما میخواییم امروز آغاز کنیم که به سلام میگیم با آقای ناصری، عید تبریک میگیم و یک گلاس ها با می نوشیم که جبران شهر روزای رکونا آب می نوشیدند و ما آب نمی نوشیدیم. سلام آقای ناصری. عرض سلام و ادب دارم جناب خالص گرامی، خدمت حضور شما بیننده های خوب ما. شما عید که گذشتم برای شما تبریک میگم. عید همیش عید است که یک دوستار آدم ببینه، با وطنان خود باشه و دفاع از حق و آزادی کنه. به هر صورت رمضان گذشت، آب و دانه ما و شما هم در دنیا هست، مال آب و آب بخوری. مقصدم ریکاردن یادتان نرود. هفته قبل ما از وطنان ما معذرت خواستم که چون سر جنجال بود نتونستیم برنامه ریکارد کنیم، ولی به هر حال بازم نشر شده بود یک قسمت زیادی هم وطنان ما دیدن. خب تشکر میکنم ناصری عزیز. ما در امروز هم صحبت داشتیم، در جریان می هفته هم صحبت هایی داشتیم و همی خبر طالبان هم شما شدین که اینا میگن که مذاکرات تقریبا شروع هست و اینا میخواین که با سران مخالفین و با رهبرا و با اینا بنشینن و سرا هم مثلا بر از اینا پیام هایی میتن که تو تمکین کو که من تو را قبول کنم. ولی این اینجا ملت سرگردان است که بالاخره ای در این وطن چی مکسره که این کسایی که مخالفین هستن های واقعا یا مخالفین هستن یا اینا هنوز هم با اون بهانه‌گیری هست که با طالب دارن. بفرمایید. خب در ارتباط به این که تعریف از سیاست و سیاستمدار افغانستان کنیم، متاسفانه در 44 سال گذشته، اگر تاریخ دورتر از او را فراموش کنیم، در 44 سال گذشته ما متاسفانه سیاستمدارای در افغانستان داشتیم که به منافع شخصی خود فکر کردن، چپ و راست افغانستان. و بناهن تعریف از سیاست و سیاستمدار همی است که اونا به خاطر منافع شخصی خود در میدان مبارزه و سیاست آمدن، حزب خود، ایدولوژی خود و قوم خود، مذهب خود مورد معامله قرار دادن و تکداران قومی و مذهبی و سیاسی و ایدولوژی که چپ و راست متاسفانه به خاطر منافع شخصی، قدرت و بر جا رساندن منافع شخصی و فامیل خود متاسفانه در میدان بودن. امروز هم معامله که صورت میگیره از زدبند هایی که هست، رفت آمد هایی که هست به خاطر تقسیم قدرت است. طالب ها در 9 ماه گذشته ناکام هستند در تمام عرصه ها، چی مسائل امنیتی هست، چی مسائل جذب و جلب اعتماد ملی هست و ایجاد یک حکومت توانا و با کاریزما و توانایی و استعداد است. از همه مهمتر که عرضی خدمات کرده نتانست با رضایت مشروعیت ملی به دست نیاورد طالب و به این اساس در معامله جهانی که 4 شرط برای طالب ها گذاشتن که باید حقوق بشر را مراعات کنین، حقوق زنها را مراعات کنین، حکومت فراگیر مشروع داشته باشین، با تروریسم ارتباط نداشته باشین، طالب ها در تمام عرصه ها ناکام هستند و به خاطر جلب رضایت جهانی باید مشروعیت ملی پیدا کنند. امروز کسایی که از افغانستان خارج شدن، از میدان سیاست و قدرت و دور رفتن، اینا هم سرگردان هستن و میخواین معامله کنن و طالب ها هم ضرورت داره به یک معامله سیاسی. ولی در میان طالب ها اختلافات بسیار شدید است. یک ایدهشان برای معامله و سازش و تمکین شاید آزار آمده باشن، ولی گروهی که قدرت سیاسی نظامی طالب ها را غصب کرده، گروه حقانی، هرگز حاضر به تقسیم قدرت نیست خالصه. بنابراین تمام حرف اول به تمام مسائل حقانی ها میزنن و به این عنوان اونا نمیخواین که در تقسیم قدرت کسی سهم داشته باشه و طالب همون گروهی که به حساب حاکم گروه طالبا هست به شمول رهبرشان، اینا اصلا به هیچ گروه سیاسی و هیچ گروه نظامی و هیچ شخصیت ملی و علمی افغانستان و زنان افغانستان، مردان افغانستان، گروه های سیاسی، اعضا و سازمان های جهادی و غیر جهادی اعتقاد نداره. طالب تقسیم قدرت نمیخواه، طالب مشارکت سیاسی، پلورالیسم سیاسی رو در فلسفه خود نداره، غلبه نظامی کرده، مغرور است در پیروزی نظامی و همه چیزا داره. مثل که آقای دیوید پاتریوس میگه که سلاح بسیار پیشرفته به طالب ها داده شده و تهدید از طالب برای همگی. طالب ها یک شبه قدرت افغانستان را غصب کردن، بجز از اینکه زیر فشار نظامی، سیاسی و اقتصادی و فشارهای دیگه به طالب نباشه،
طالب‌ها هرگز حاضر به تقسیم قدرت نیست خالص. پس تشکیل شورا برای چیست که اروز از این شورا یاد میشه و تلاش هم دارن شورای به اصطلاح احتمالا شورای تفاهم از طرف طالب‌ها؟ فریب دادن از هان، مصروف نگه داشتن، سیاسیون در بین هم به حساب انداختن و اونا را اختلافات ایجاد کردن، با یک تعدادشان معامله کردن، صف مخالفین خود شکستاندن. این معامله است که همیشه در طول 44 سال گذشته صورت گرفته. دکتر نجیب هم اگه یادتان باشه که هر طرف معامله میکرد، هر طرف ارتباط داشت، یک روز حیاتش با پیش پادشاه بود، روز دیگه که آقای حکمتیار در لیبیا و در عراق میدید و در عین زمان با تمام گروه های دیگه و قسم که آقای وکیل وزیر خارجه میگه که ما چندین بار در سوئیس با بچی از رسه و با آقای گیلانی مینا دیده. خلاصه از جهات های مختلف حکومت وقت میخواست که معامله کنه و یک گروه از مجاهدین به طرف خود بکشانه و امتیاز بده. این سیاست و پالیسی 44 سال گذشته همی بوده که معامله، سازش، امتیاز دادن، رشوت دادن و صف مخالفین خود شکستاندن. این سیاست در مقابل حزب دموکراتیک دیگر ها استفاده کردن. همی سقوط دکتر نجیب و امتیازهایی که به جنرال های شمال داده شد، یا آقای حکمتیار مثلا که تنه یک مملکت میخواست از طریق کودتا یک ایده از حزب به حساب طرف خود بیاره و مملکت و خلقی ها را از خود ساخت. این بازی را با نجیب دیگر ها کردن، نجیب با اونا میکرد. این بازی را امروز طالب با مخالفین سیاسیش میکنن و مخالفین سیاسی هم در میان طالب ها ریشه دواندن، با بعضی از کلان های طالب ها معامله صورت گرفته، همیال اختلافات طالب ها به اساس خطوط قومی، زبانی، سمتی جریان داره و بعضی از قماندان ها و فرماندهانشان از کار کنار زده میشن، حتی به سوی والی و به سوی معاون والی و رئیس استخبارات ولایت بندی میشه، کنار زده میشه. همی مخدوم چی بود که در مابین فاریاب گرفتنش، یا مثلا لوی درستیزی که از بدخشان بود، مولوی فسیودین، اینا کنار زدن. اینا کلش میگن که معامله هایی است که اینا شک دارن طالب ها سر طالب های غیر پشتون دیگه اعتماد ندارن، و این به دلیل از ایست که در میان از او طالب هایی که غیر پشتون از کار صورت میگیره و با اونا گفته میشه که شما به قوم و ملت و مردمتان خیانت کردین و طالب ظلم میکنه، طالب خیانت میکنه. عملی را که در سر قبر عامر صاحب انجام دادن توهین بود، تحقیر بود و خارج از اخلاق اسلامی و افغانی بود، و از همه مهمتر یک نوع تضاد، یک نوع نفرت قومی را دامن زدن بود. و این تضادها در میان طالب ها هم جای پای باز کرده. طالب هایی که اهداف و شعارشان مثل مجاهدین چیز دیگه بود، امروز میبینن که رهبرانشان به فرعون تبدیل شده، میبینن که اینا به زندگی رهبرانشان و کسانی که شورای مرکزی را داره، دخترها و زنهایشان در خارج فوتبال میکنه، کل فامیلایشان در مابین دبی و در دوحه و در قطر و در کشورهای دیگه هست، ولی طالبای عادی این تفاوتها و اختلافات مانندی که در دوران جهاد اوج گرفت و اختلافات ایجاد شد، انشعابات ایجاد شد، در میان طالبا هم داره به اشکال مختلف، چی در خطوط قومی، مذهبی، سمتی و در خطوط افراد و تفرید، مخصوصا در تقسیم غنایم و قدرت. حالا ببینید امام از اینا را و رهبر و پیشوای از اینا را که وقت استاد میشه پشت خود، در طول تاریخ 1443 سال گذشته یک امام از پیغمبر اسلام گرفته تا تمام رهبران دینی و مذهبی و سیاسی خلفای کشورهای مختلف اسلامی، هرگز این قسم خطبه نداده که پشت خود طرف مردم کنه. یه کار را در قندار کرد که به اسلام و به قرائت دینی و بشریت به همه چیز تعویل کرد. یک آدم پشت خود دور می تجارت نمی کنه که با مردم خود، نمازگزارای خود، مقتدیای خود طرف شود. بنان طالب قرائتش از دین چیست؟ از شریعت چیست؟ از اسلام چیست؟ از دعوت چیست؟ از جهاد چیست؟ متاسفانه طالب ها بزرگترین دشمنان دین، عقیده، شریعت، فقاهت و تطبیق قانون، و از همه مهمتر که در اندیوالی یا در امو وطنداری و یا حفظ یک کشور به نام هموطن، اینا ناکام هستن. شهروند و اینا حق نمیتن یک امامشان یا یک امیرشان میره پشت خود طرف مردم میکنه. او برادر در کجای اسلام، در کجای خطبه دین ای گفته شده که امام روی خود نشان نده و پشت خود طرف مردم کنه و بگه که من امیر المومنین هستم؟ نه تنها امیر افغان ها هستم، بلکه امیر المومنین از کل مسلمان های جهان هستم.
از ترس تو روی ده دور دادید. مرکزیت سیاسی افغانستان و پایگاه سیاسی یک ولایت دور افتاده را ساختید. آیا کسانی که میگه که طالب افغانستان از تجزیه نجات داد افتی گذاشتم تذکر دادیم خالصا، آیا تجزیه افغانستان همین نیست که یک ولایت مرکز سیاسی و نظامی فرماندهی و تصمیم گیری سرنوشت افغانستان شود؟ اگر جنرال دوستم یا کسی دیگه یا اسماعیل خان ایرات یا اون شمال یا عامر سید مسعود پنجشیر مرکز سیاسی افغانستان اعلان میکرد و میگفت که از افغانستان یا آقای حکمتیار یک چند بیچاره از ترس که تقابل کشته نشه چهاراسیه را دار ستاره معرفی کرده بود، چقدر سر مورد اعتراض بود که صدر اعظم جرأت نمیکرد به کابل بیچاره وزیرا را میخواست که بیاین در چهاراسیه. امروز هم این حرکات مسخره را که طالب از خود برون میته باعث نفرت از نه تنها افغان ها بلکه جهان شده. امروز 16 تحریری را که به تاجکستان و ازبکستان نشسته بود امریکایی ها گفت این مال ماست، نه مال افغان ها، نه مال پدر طالب، ما این را برای اوکراین بخشش میدیم. بزرگترین تعوین سیاسی و دیپلماسی را در تاریخ افغانستان امریکا امروز به افغان ها کرد. روسا می کار را نکده بود. در مقابل حزب دموکراتیک خلق دست پرورده شده می جنایت نکرد. ولی امریکا امروز تعوین کرد به ملت افغانستان. یک نو ماه پیش پول های ما برای به حساب تا حدود 10 میلیارد قطعن کرد و بسته کرد و گفت که این پول ها به حساب قرنطین است و به افغان ها داده نمیشه. باز گفت ما غرامات جنگی میخوایم از افغان ها، نمیشه برای کسایی که در 11 سپتامبر خسارتمند شدن میتوم دیگه ایش خیرات بر افغان ها میتوم و دست طالب هم نمیتوم. امروز تیاره ها رو میگه این تعوین ها، این شکست های دیپلماتیک طالب در عرصه های مختلف باعث از این میشه که افغانستان نه نظام داره، نه حکومت داره، نه حاکمیت داره، نه یک چوکات قانونمند داره و این باعث شکست طالب است. نو ماه حاکمیت طالب بدتر از نو ماه حاکمیت حبیب‌الله مشهور و بچی سقف است. مقایسه کنید، بیایید هر کس با بحث میکنه، موازات کنید بحث میکنه، مقایسه کنید که در اون زمان چی شرایط بود، امروز چی شرایط است. نه امنیت اینا حفظ کرده میتونه بود. من در سرای شاهزاده زنگ زدم خالص میخواستم پرسان کنم که چی وقت اون پولای حوالی که روان شده میتی. گفت برادر، گفت پولم در بانک مردم مال اعتماد نمیکنه در سرای و دوم مال کسی جرأت نمیکنه که برای گرفتن پول خود بیاد. امنیت در این منطقه هیچ وجود نداره. زیر پای بمب است و انفجار است و انتحار است. در زمان دکتر نجیب هم تو نبود، در زمان مجاهدین که جنگ بود نبود، در زمان طالب در اولش نبود، در 20 سال گذشته نبود. حال مردم اعتماد نمیکنه که به با بازار و با سرای شاهزاده و با اطراف ازی به چه قسم امنیت است خالص. خب اگر من همه چیز اینو که گرفتن از ابتدا تا انتها یادتون باشه که فقط دروغ تحویل مردم میتن و کار خودم بین تو بحث ادامه بتیم که فرزن همی کسایی که امروز در بیرون از افغانستان هستن، رهبر ها و رهبر نماها، همینا برگشتن، چی خواهد شد؟ آقای ناصری مثل مخالفین، مثل دوستان، مثل خلیلی، اینایی که میل که پیام داده میرن و دکتر عبدالله که رفته بیرون که میگن که به این خاطر رفته، اینا برگشتن یک حکومت فراگیر تشکیل دادن. آیا فکر میکنین که حکومت مورد تایید جهانی قرار میگیره، مردم قبول میکنه، یا چی فکر میکنین؟ طالب ها هرگز خالص میره به یاد داشته باشه، طالب ها هرگز حاضر به تقسیم قدرت نیست. آقای دکتر حسن شرق یک صحبت خود و همچنین در کتاب خود تذکر داد در صحبت خود که آقای نصیر فیاض که دکتر نجیب هرگز حاضر نبود قدرت تسلیم کنه، هیچ بازی میداد با همه گیز با هم بازی میداد و دولت هم بازی میداد، من صدر اعظم هم بودم بازی میداد و با روسا هم میگفتم، به اعضای حزبشان هم میگفتم که نجیب علاقه‌دنی نیست و نجیب مشکل افغانستان است فعلا، ولی نجیب حاضر نبود با قدرت اعلام بود. طالب ها عین سیاست و پالیسی دکتر نجیب دارن. هرگز طالب اعتقاد به تقسیم قدرت، مشارکت قدرت و پلورالیسم سیاسی و دیگر اندیشی و پذیرش دیگران نیست و هیچ وجه نیست خالص. هیچ کس سهم نمیده، هر کس هم میخواهد مانند آقای کرزی، مانند دکتر عبدالله و دیگر آقای حکمتیار تسلیم ایشان شود، برایشان ترانه بسرایند. ولی برای می آقای حکمتیار، اطرافیان حکمتیار در نوم و چی دادن؟ در کدام مشورت ملی بین ملی اینا رو سین دادن؟ نه دکتر عبدالله رو چی داد؟ عبدالله رو که اجازه دادن خارج بره، عبدالله
شاید تعهد کرده باشه که دوباره برمیگردم. و با دکتر عبدالله شاید هیچ بازی هایی که شما میگین و دیگران تبلیغ میکنن که وظیفه داده شده و ماموریت داده شده، بر عبدالله هیچ ماموریت هم نداده. عبدالله از نظر سیاسی باخت، شکست خورد. دکتر عبدالله نباید انتخابات پرتقل و اشرف غنی قبول میکرد، دو میشه. نباید شورای عالی مصالحه را قبول میکرد، نباید ادامه حاکمیت و حکومت غنی را قبول میکرد، نمیکرد. همون که سوگند خورد که من رئیس جمهور هستم، از سر سوگند خود سر قرآن پای نمیمان. یعنی دکتر عبدالله بسیار غفتهای کلان سیاسی داره، عبدالله چانسهای کلان داشت. من یک وقت دکتر خالص به سر کنم از مزار شریف پرواز میکردم به استانبول، در داخل طیاره پالیم خانم نشسته بود، کتاب خود باز کردم، با شکسته انگلیسی میخواستم صحبت کنم بارش که معذرت بخوایم که من کتاب میخوانم مزاحمت نباشم اینا، دیدم که سر صحبت با آلمانی باز شد. من بسیار خوشحال شدم، گفتم بهتر است با آلمانی صحبت کنیم، زبان دوم ما حال آلمانی شد. گفتم که از کجا آمدی، چی میکنیم، چطور، قصه کردیم. وقتی که فهمید که من فعالیت های مطبوعاتی بنا دارم و برای تهیه گزارش به مزار آمده بودم، بسیار برش جالب بود. گفت آلمان زندگی میکنی، از حوزه افغانستان هم میفهمی، آلمان هم به حساب یک تعبیر دو تابعیتی آلمانی افغانی هستی. بعد از چند دقیقه بعد که صحبت ما گرم شد، گفت که من سکرتر جنرال مایر یا میا جنرالی که به حساب قماندان عمومی آلمان در افغانستان است، گفت من سکرتر از او هستم و جنرال هم دمی تیاره هست، اجازه دارم که خودت با جنرال معرفی کنم؟ گفتم از برای خدایش سوال است. با جنرال عمومی ناتو یا آلمان ما صحبت کنیم، این کلانترین چیست. خب رفت، چند دقیقه بعد آمد گفت میتونی بیای. وقتی که خیستم طرف جنرال رفتم، جنرال بسیار آدم خوشتیپ، خوشقواره و خوش برخوردم بود. وقتی که از جای خود استاشت قبل بده، دو نفر بودیگاردهایی که در چوکی پیسر ششته بود با سرای کلو به حساب مو تیپای مخصوصی که اصلا اونا به بودیگارد نمیموند، کسایی است که در آلمان اونا اکثرا به حساب اونا را جنایتکارا ما میگه، تمام بدنشان به حساب خالک پوری. این دو نفر و بسیار به یک حالت عجیب به طرف ما بالا شدن و سر سیل کردن یک قدم. این جنرال طرف از اون سعی کرد که بشینه، اونا هم در جای خود نشستن، من در مقابل جنرال و خانمم تا استانبول ما صحبت کردیم. انتخابات 2014 بود. سوال کرد که انتخابات کی میبره در دور دوم. ما گفتم انتخابات دکتر عبدالله میبره، اما آقای اشرف غنی رئیس جمهور میده. جنرال تکان خورد، به حساب تکیه کرد، گفت چطوری گپ میزنی؟ گفتم به خاطر اینکه دکتر عبدالله رای داره ولی دکتر اشرف غنی واسطه داره. تصمیم گرفته شده که غنی باید رئیس جمهور باشد. هر دلیلی که دلایل زیاد داره. گفت چی دلیل داره؟ خب با این صحبت های مختلف تاریخی و گذشته های افغانستان، اوضاع امروز، به حساب نقش امریکا در تصمیم گیری ها داشت. و برایشان چندین بار به این جنرال گفتم که متاسف به این میکنم که آلمان ها عالی دست امریکاست و شما منفور نیستین برای ملت افغانستان، مگر امریکا سخت منفور است. و به ما گفت که این واقعیت میگی، ما وقتی که به بیرون میریم بدون از اینکه سلاح خود به دست خود بگیریم صحبت میکنیم، حرکت میکنیم در کابل و در مزار اینا، ولی امریکایی ها همیش با ماشه تفنگ و میلی تفنگ با مردم برخورد میکنن. من گفتم نفرین، مثل که روسا نفرین شده بود، امریکا هم منفور است پیش ملت ما. خب بحث ما بسیار جالب بود. ای به جنرال گفت من باور نمیکنم که اشرف غنی رئیس جمهور شه و با این گرایی که تو میگی من هم به این نظر هستم که عبدالله میشه. من گفتم من برای شرط میذارم که عبدالله میبره ولی اشرف غنی رئیس جمهور میشه. گفت واقعا میگفتم شرط میذینی؟ گفتم شرط میذارم. خنده کرد، گفت همین شرط خود کتت زدم. بسیار ما گرم گرفتیم تا استانبول آمدیم. بعد از او اینا به دیگه پرواز رفتن، اینا به جای دیگه رفتنی بودن، آلمان نمی آمدن و ما آلمان آمدم. تصادفا انتخابات صورت گرفت و این حرف ما عملی شد که عبدالله به حساب دور دومم برای غنی باخت و بعد از جنجالا و بعد از کشمکشا و اینا امو جان کری آمد و دست غنی و عبدالله رو بلند کرد و شورای چی ساخته شد امو حکومت وحدت ملی. حکومت وحدت ملی و بله خوابو در دور اول 2014 رئیس اشرف غنی رئیس جمهور بود و عبدالله پست چی را گرفته؟ پست نو برش ساخته. ما به امی جنرال در کل زنگ زدم و یادبان بود به خیلی دفترش و زنگ زدم و امی سکرتر از این تصادف برداشت. وقتی نمره خدا داده بود و من کارت خدا دادم
که زنگ زدم به خانم گفتم گفتم زنگ میدم نکوی کار درست نیست گفتم من میکنم پایی رو پیدا کردم وقتی زنگ زدم گفتم من ناصری هستم با یک سفر با جنرال یک دفعه خانم یک صدای بلند یک چیغ زد گفت های آقای ناصری گفت ما باور کو که یادت کردیم همین دیروز یادت بود همین یک نفر در طیاره با ما یک شرط داد و یادم واقعا نمیتو شد افغانستان چی یک بازی عجیب و غریب است عبدالله خالد آقای خالد عزیز خالد صاحب میفهمین که در دور حوال در 2009 پرنده انتخابات دید در دور 2014 بود در دور 2019 بود عبدالله رای داشت عبدالله مردم داشت عبدالله طرفدار داشت عبدالله واقعا اعتماد اکثریت گروه های مقاومت را مجاهدین را مسلمان ها را کسانی که در جهاد سهم داشتن در مقاومت سهم داشتن و عام مردم افغانستان امروز من از کارشناس هایی که منتقد بسیار شدید دکتر عبدالله بودند من میشنوم که اگر انتخاب ما عبدالله و یا طالب باشه ما عبدالله را انتخاب میکنیم در همین لحظه هم عبدالله اگر خود کاندید کنه یعنی واقعا بدیل عبدالله بسیار کم است ولی عبدالله متاسفانه همیش باخت به خاطر از اینکه معامله کرد سازش کرد و برش هر چیزی که دادن قبول کرد یعنی در سیاست بعض اوقات خالص ضرور نیست که آدم زیر دست یک کسی بره کار کنه تسلیم شود عبدالله هیچ ضرور نبود میال طالب ها را جنرال پیتریوس که میگه که طالب شکست خورده در تامین امنیت و ما میفهمیم که طالب ناکام است و عاجز میمونه طالب به می خاطر به قدرت رساندن که تلسم طالب بشکنه تلسم شعار طالب بشکنه و در یک بار در مسجد ما یک مشکل پیدا شده بود چند نفر میخواستن که کودتا گونه به حساب هم مسئولیت ها رو بگیرن یکی از پیشنهادهایی که ما در وقت داشتیم همی بود که شما بگذاریم که همی کسایی که خدا بسیار میگن که ما مدیریت مسجد خوبتر میکنیم یک دوره اینا بیاین واقعا مدیریت به دست ازیا بتین دو سال در دو سال انتخابات میشه و خدا قسم است اینا شکست خورده است اینا نه سویه دارن نه هیچ چیز ندارن مردم هم کتشان نیست و حساب هم و واقعا همونطور هم شد که در یک انتخابات همین مردم قدرت گرفتن و در دو سال چنان اوضاع متشنج بود که بعد از او اینا از او نه تنها از اعضای مسجد کمیته مسجد بلکه از عضویت مسجد رفتن یک مسجد دیگر ساختن به دلیل از اینکه همین کسی که بسیار شعار بده خالص که من تو راستم تو راستم شما امور در صحنه بیارین در همین برنامه هایتان بیارین در همین پروگرام های مناظرات و مباحثات بیارین و امور بگوین بیا در همین بحث موضوع و با چند نفر دیگه از دوستا یک بحث میکن هر کسی که دعا کرد میگر که لافی نبافید طالب باخت طالب شکست خورد و به این خاطر هم به قدرت رسیده و هر کسی دیگه هم که از طالب پشتی و همیال عبدالله ما یک کسی هست که آقای دکتر نور احمد خالدی میگنش یا دکتر خالد نوری خالد احمد امی در استرالیا هستند امی بسیار منتقد شدید یک وقت منتقد دکتر عبدالله و امی به اصطلاح خود شورای نظار اینا بود امیال در چندین نوشته ها و در صحبت هایی که در آدم میکنه امیر میگه که فرق طالب و فرق عبدالله بسیار زیاد است یعنی من بحث من سر عبدالله میشه نیست ولی سیاست مدارای گذاشته متاسفانه خالص به دلیل ازی باختن که اینا هم قدر و جایگاه و پایگاه خدا نشناختن استاد عطا وقتی استعفا کرده بود یا برکنار شده بود نباید پالوی غنی میرفت نباید جمعیت تک تک میکرد نباید به نفع غنی یک جمعیت دیگه میساخت و با هر معامله میکرد سازش میکرد و تبریکی پیروزی غنی را میداد و میگفت که مسلم است که آقای غنی دیگه پیروز رئیس جمهور قانونی و شرعی افغانستان است مخالفت با این بی‌منطقی آقای استاد عطا یقینا شرمنده از انتخاب خود است یا محقق وقتی که رئیس مشاور غنی رفت و از تیم عبدالله کنار رفت یه خیانت بود به هزارها مثال ها دارم خالص سر هر سیاست مدار ها که اینا چقدر مردم های ضعیف بودن با غنی نباید سازش میکردن غنی از ابتدا یک موری سوخته و یک معاملگر و یک آدم خراب بود و نباید با ای از 2014 همکاری میشد با ایش مبارزه میشد کرزه غنی را وقتی به قدرت رساند که آقای اسفنتا در کتاب خود میگه که رئیس جمهور آینده که ما در سفر است و بالاخره گفت و ای اسفنتا میگه که غنی را به حساب تمام کارش کرزی جور کرد و ای که کرزی چرا غنی را انتخاب کرد آقای کرزی بر آقای دکتر امین فرهنگ یک وقت گفته بود که من بسیار امی شرمنده ام انتخاب خود هستم یادم که بسیار بی سواد بی عقل برام متاسفانه هر دلیلی که بود یا معامله قومی بود یا امتیازگیری ها بود هر دلیلی که بود اشرف غنی از اول ناکام بود هر کسی که با غنی کار کرده
اشتباه کرد، اگر خالص شون شوای اید است نمیگم خیانت، چون هم دوستای ما هر که صدای ما رو بشنم خار نشد از ما، اما با غنی چطور اینا رفتن کار کردن، وزیر و سفیر شدن و رئیس و شورای اجرایه شدن و من این صلح ساختن، امی آقای منصور، امی عفیز منصور، شما را به خدا آیا عرفای کی به آدرس غنی گفته بود؟ آیا شایسته ازی بود که با در تیم امو مذاکراتی میرفت و دوحه و در هتل پنج ستاره میشیشت و میگفت به جلالت ناب رئیس جمهور جلالت ناب؟ من میگم با غنی که هر کس کار کرده نه به خاطر افغانستان کرده، نه به نفع افغانستان کرده، با خیانت به افغانستان کرده. عامل شکست افغانستان اشرف غنی است، عامل بربادی افغانستان ارزش هاست و هر کسی با غنی کار کرده شرمنده تاریخ است. دوستای حزب اسلامی از ما را آزرده میشن خالصه که ما را چرا میگی ما خود در دوره آخر مشاور غنی شدیم. من میگم شما از کل کده بیعقل تر بیدیم، کلیگی غنی را خود ترک کده می، شما چرا رفتین مشاور شدید؟ در دوره آخر دور پیش دسترخان غنی کلش مشاورینش از حزب اسلامی بود متاسفانه. شما میگید که عامل شکست هستی غنی است، اما در این چند روز در این چند وقت که من میبینم یک سلسله فعالیت‌های آشکار و پنهان حتی به شمول آقای مامون و به شمول بعضی کسای دیگه، اینا در تلاش ازی هستن که یا آگاهانه و یا ناگاهانه یا ماموریت گرفتن یا پول گرفتن یا هر چیزی گرفتن، به شمول فرهاد دریا که دیروز نامه نوشته کرده بود، اینا دقیقی تلاش کار کرده میرن گاید روی پرده گاید پشت پرده که اینا غنی را براحت بتن و مسئولیت بیرن پرتن بالای بسم الله محمدی. خب ما بسم الله محمدی امروز که وزیر دفاع شد، من در فیسبوک هم نشته کردم که یادم بر بدنام ساختن آوردن، چون هیچ کاری از این انجام داده خواهد نتانست. یک داد برادرها بالای ما تاختند و انتقاد کردند که تو در کانادا سی تو از حوزه افغانستان چی خبر داری، ولی اونا امروز بیشتر از من انتقاد میکنن. اینا چی این فعالیت ها از دید شما چی معنی میده؟ چرا یک تعداد تلاش داره و در این زمان خبرها هم نشد شده میره آقای رحمت الله نبیل و میگه که غنی احتمالا میای بحث مشاور طالب ها؟ این فعالیت ها شما چی گونه تعریف میکنه آقای ناصری که آیا واقعا غنی بیگناس تقصیر به گردن بسم الله محمدی است؟ آیا بسم الله محمدی واقعا قدرت داشت که افغانستان از این منجلاب نجات بده یا نه؟ همین برداشت شما چی است؟ خالص متوجه باشین که شما روینده یک جنازه هم هست، این وقت هم کم است. بله خدا غری خیر رحمت کنه. آمین. خدا من دوست شما رو ببخشه. خلاصه میگم ده دقیقه فرصت داریم. حرف کلمه مصاحبه‌ای که غنی کرده، شعاری که غنی داده، به حساب بیانیه‌ای که دکتر اشرف غنی احمدزاده داده در تاریخ ثبت است، در آرشیف ثبت است، کس نمیتونه رو پاک کنه. کل صحبت‌های آقای دکتر اشرف غنی احمدزاده، حرکاتش، ادعاهای شعارهایش و مصاحباتش و به حساب مجر جار جنجال‌هایش، چیغ زدنش، همه نشان دهنده یک مرض روانی بسیار خطرناک خودخواهی و سادیزم است. آقای اشرف غنی به هیچ کس اعتماد نداشت، آقای اشرف غنی به هیچ کس وقت نداد و چانس نداد که در کنارش برای افغانستان کار کنه و باختن در ساختن افغانستان و در دفاع از آرمان ها و ارزش ها همکاری کنه. متاسفانه آقای غنی هرگز به هیچ کس اعتماد نکرد و دکتر اشرف غنی یک حرکات از خود نشان داد که آدم گاگای به حساب شک میکنه که شاید دستوری برای ویرانی و تخریب افغانستان از یک مراجع بسیار مرموز بین‌المللی رهبری میشد که افغانستان ای دو دسته تقدیم کنه و برباد کنه همه چیز افغانستانه. متاسفانه چرا پایوندهای فامیلی ازی و همون نشست و برخواستهایی که با کسا و مراجع مختلف داشت، متاسفانه آدم به شک و زن میاره. به هر صورت آقای اشرف غنی مسبب و مسئول و مقصر درجه یک هست. در کنارش کسانی که با آقای غنی مانند آقای جنرال بسم الله خان محمدی، دکتر عبدالله، آقای استاد عطا محمد نور و همه کسی که رفت همکاری کرد، هر کسی که همکاری کرد به شمول آقای حنیف اتمرک مملکت و دفتن از کاندیداتوری خود تیر شد، از او حرفایی که در استادیوم گفت، از او حرفایی که دعایی که کرد، مصاحباتی که داشت، دفعتن سکوت کرد و بالاخره در یک چرخش 180 درجه‌ای در کنار غنی وزیر خارجه شد و
پور جلالت مآب میگفت. متاسفانه هم از اینا در ابتدای صحبت امیم شاون گفتم که سیاستمدار افغانستان پابند به اخلاق، پابند به تعهدات، به شعارهای خود و منافع ملی افغانستان نبود و نیز نه طالب، نه مجاهدش، نه کمونیستش، نه چپی، نه راستی، نه دموکرات، نه سکته، هر کدامش که آمد. متاسفانه کسانی که از غرب رفتن امیر ثابت ساختن که پیشان افغانستان مطرح نیست، منافعش مطرح نیست، منافع ملی مطرح نیست. متاسفانه با می خاطرم است که این کسایی که می خواهیم ماسمالی کنن، کسانی که دیروز غنی را مقصر می دانستن و امروز او را براعت برشان می تن، اینا مثل دکتر اشرف غنی واره افراد مریض هستن روانن. برای من کسی گفت که رازق مامون یا رزاق مامونی را نوشته کده، او را گفتم، من گفتم به خدا قسم از دو نفر من میخوانم و نمیشنوم هیچ وقت، گفتم هیچ وقتم برای من نگوین. گفتی از کی را؟ گفتم یکیش آقای شفیع عیار و یکی از رزاق مامونه. هیچ وقت نخواندیم، نمیشنوم و هیچ علاقه ندارم. همین به مجرده که میبینم که چیزی میایم او را به حساب امو گفته، یک دوست ما هست که نادر جان کبیری میگه دلتش کده، همه پاکش کرده. باور کنین که به خاطر از اینکه انرژی منفی از اینا و صحبت های لاتعالات از اینا و حرف های مزخرف از اینا را هیچ قابل بحث نیست، قابل مطرح کردن نیست. خالصه اینا منیز هستن. من آقای بر صورت تاریخچی رازق مامون را میفهم و همچنان آقای حیا را میفهم و دیگه میفهم و آقای فراد دریا که یک هنرمند بیچاره از که ارتباطاتی که به حساب فامیلی داشت و علایقی که باعث به دموکراتیک خلق داشت، در اون زمان رشد کرد، در اون زمان بزرگ شد، در اون زمان به حساب شهرت رسید و هرگز نمیتونه که غیر از اون فکر کنه. حرفایی که امروز میزنه، گپایی که میزنه، همه کارهایی که آقای فراد دریا میکنه خارج از محیطه هنریش است، اما هنر خود که استعداد داره ازش متاسفانه با سیاست بازیایی که هیچ ازش اطلاع نداره و خبر نداره لطمه وارد میکنه. اما حرفی را که برای آقای علاگل مجاهد داد که مچم سیلی خدا و چوب خدا صدا نداره، در حالی که دفاع از طالب کردن و یک کسی را که قانونا در شریعت هم است، در قانون هم است، در عرف هم است، در انسانیت هم است، هیچ کس نمیتونه در سر سرک در خیابان به حساب هم قاضی شوه و هم سارنوال شوه و هم پلیس شوه هم جلاد شوه هم محاکمه شوه همه چیز شوه. طالب متاسفانه دفاع کردن از ترورهای هدفمند و از محاکمه های سرایی اولو که هر کس باشد، همین توین را که طالب به قبر عامر سه به شهید کرد، اگر به قبر هر کسی که کنه یا اگر مجاهدین سابق به قبر ملا محمد عمر یا مثلا ملا تورجان و ملا بورجان همین کار میکردن، خیانت بود. توهین کردن به قبر کسی، کشتن نجیب، اعدام کردن نجیب، آویزان کردن دکتر نجیب به او شکل خیانت بزرگ بود، هم به دین، هم به اسلام، هم به افغانیت، هم به قانون، هم به شریعت. هیچ کس حق نداشت که یک نفر را که جرمش به حساب ولو که ثابت هم بود بیره باید محاکمه میکردن، باید حکومت عدل، حکومت عادل محاکمه میکرد. کشتن دکتر نجیب به او شکل، کشتن قذافی به او شکل، ترور من نمیفهمم رئیس جمهور وقت البانیا و خانمش در مابین البانیا، این کشتارهای سیاسی هست. طالب با او عمل خود دکتر نجیب برات دار، طرفدارای زیاد پیدا کرد. نجیب به حساب امروز که هر کس قهرمان میگن به خاطر جنایت طالب میگن، به خاطر کشتار نجیب به این شکل لازم نبود. آیا مجاهدین نمیتونست که این عمل که با دکتر نجیب کنن که طالبا کرده بودن خالصه؟ اما قدرت نداشتن، اما توپ تانک نداشتن، ولی چرا مو اخلاقی را که طالب داشت و مسعود نداشت، استاد ربانی نداشت، حتی آقای حکمتیار نداشت، در اوج قدرت خود بودن، ای تو کشتار، ای تو جنایت، ای تو خیانت، ای تو وحشت، ای تو ای اصلا تا ای با قانون، با اسلام، با شریعت، با افغانیت، تا با پشتونوالی ارتباط نداشت و سنخیت نداشت. بنان وقت کم است ای حرفایی که برایت بر آقای غنی بتن که غنی گناهکار نیست، غنی مشاور میخواهش. آقای دکتر اشرف غنی و سیاستمدارای افغانستان خالص ثابت ساختن، مثل که کسایی که به غنی و به عرق خود تسلیم کردن، به آقای فضلی خود تسلیم میکردن، دست آقای فضلی را میبوسیدن به خاطر چوکی ولایت و وزارت، متاسفانه احتمال بسیار زیاد است مثل که آقای رحیمی آمد به کابل، مثل که او سادات یک کسی از بنام ستار سعادت که امروز در کنار اقانی ها بیچه ها ساشیشته، همی آقای رئیس مشران جرگه که امروز طالب طالب واره گپ میزنن،
کسای دیگه که از حزب اسلامی که امارت اسلامی امارت اسلامی میگن، اینا ثابت کردن که برای افغانستان مطرح نیست، اسلام مطرح نیست، آزادی و عزت و وقار مطرح نیست. اینا سیاستمدارای معامله‌گر هستن، احتمال قوی داره که اشرف غنی معامله کنه، مثل که بیادر غنی کرد، همین بیادر دیوانش، همین چیز نامش اشمت 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 یک یک دیوانه خدا. امروز ببینید که سخنگوی اشرف غنی میشه، بار بار غنی را این به حساب تکفیر کرد و آقای غنی این را تکفیر کرد. ولی متاسفانه در سیاست افغانستان من مایوسیت از این دارم که سیاست مدار در افغانستان متاسفانه بدبختانه منافع ملی پیشش مطرح نیست و به می خاطر هم است که امید این که افغانستان به زودی از این منجلاب نجات پیدا کنه خالص بسیار 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 دور است، به دلیل از اینکه ما شما تو سیاست مدار ملی متکی به منافع ملی و رهبر و رهبریتی که بتونه افغانستان نجات بده، پایگاه مردمی داشته باشه، بازو حمایت به حساب خارجی و یا امکانات مادی و معنویش بسیار ضعیف است و کسانی که امکانات مادی دارن، ارتباطات بین المللی دارن، حمایت های بیرونی دارن، لوجستیکی دارن، اونا باز پیشان منافع ملی مطرح نیست. متاسفانه جوانان ما شما دستشان خالی است. امروز احمد مسعود چی داره؟ تخریبشان میکنن. امکانات یک تلویزیون برای بنام مقاومت نو ماست که امکاناتش و وسایلش برش آماده نمیشه، به دلیل چی نمیشه؟ چرا نمیتونن یک تلویزیون بنام مقاومت اینا برای پرتن؟ من خبر دارم که چقدر مشکلات زیاد است، حتی سفر ازر از اینا به حساب توسط دیگرا تنبیل میشه و پیسه جمع میکنن دیگر. متاسفانه اینا قدرت برانداختن حتی بسیار چیزای ابتدایی را ندارن به دلیل کمبودات اقتصادی، ولی کسانی که باز دارن خالصه اونا باز بات میکنن. همیان یکی از این کسایی که پولدار است در مابین آلمان آمده، در هر جایی که بلدنگ است و بلند منزل و پس منزل است خریده میرن و به حساب از ما تقاضا کردن که بیان که یک تلویزیون جهانی ما برام دادیم که ما همکاری کنه، از اون دوزای کلانی که در دولت آقای غنی بودن. بیا خداوند اصلاحشان کنه. شما دوزید باشین، همتنان ما را بازم برشان اون... تبریک میگیم برای کسایی که تلویزیون کار دارن برشان میگیم که اگر تلویزیون کار داشتن ما در خدمت هستیم. همی آدرس برشان دادم خالصه، برای از امینا گفتم و بسیار پول کم شما میتونین که تلویزیون بسیار قوی همیال سر به حساب فرکونس است و سر نشرات است شما داشته باشین و استفاده کنین. چرا نی؟ من میگم هر کسی که خالص حرف آخر من میست که از امکانات فیسبوک و واتساپ و مسنجر و اینستاگرام و از طریق تلویزیون شما و تلویزیون های دیگه همی هر کدامش از سنگر بر آزادی و عزت و آرامی و نجات افغانستان نسازه جفا میکنه به حق مردم خود. هر هموطن ما یک خالد نصیر خالد میشه، هر کدام هموطن ما یک وایس ناصری میشه، و شرطی که اونم چیزی را که خدا برش داده در تلفون دستیش است از اونو یک سنگر بزد طالب بزد پاکستان و بزد اشغال و تجاوز و جهالت و عماقتی که امروز جریان داره بسازه. جهان سپاس ناصری عزیز، ممنون از این آینده انشالله با هم میبینیم. بدگرامی سپاس میکنم از توجهتان. همونطور که در آغاز گفتیم دوست عزیزی ما به رحمت حق پیوسته و ما باید بریم به طرف مسجد حومت نبوی. تا دیدار بعد و مجبورستم با شما خداحافظی کنم. الله پاک نگهدار شما، یادتون باشه هر کجای کسیم با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقی نگهدار یک شما سروران.